با درود خدمت دوستان گرامی، میخوام در این قسمت 10 تا از بهترین بازیکنان تاریخ تنیس رو براتون معرفی کنم. امیدوارم بپسندید. شماره 10 آندره آگاسی آمریکایی است. او در سال 1970 در لاس وگاس آمریکا به دنیا اومد و دلیل تولد آندره در لاس وگاس شغل پدرش بود. ایمانوئل آگاسی، پدر آندره آگاسی، یک آشوری ایرانی متولد سلماس بوده که در رشته تنیس و بوکس فعالیت می‌کرده و همراه با تیم ملی بوکس ایران در المپیک سال‌های 1948 و 1952 هم شرکت کرده بود. ایمانوئل بعد از مهاجرت به آمریکا و ازدواج برای امرار معاش از راه‌های بازی بوکس در لاس وگاس آمریکا اقامت می‌کنه و چون تنیس باز هم بوده، آندره رو تشویق می‌کنه که تنیس بازی کنه. در نهایت آندره آگاسی در سال 1986 و در 16 سالگی به صورت حرفه‌ای وارد بازی تنیس میشه و تا سال 2006 یعنی 20 سال به بازی حرفه‌ای ادامه میده و در این مدت صاحب 60 عنوان حرفه‌ای شامل 8 تا گرند سلم، 4 تا آزاد استرالیا، 1 آزاد فرانسه، 2 آزاد آمریکا و 1 ویمبلدون میشه و بیشتر از 31 میلیون دلار در این 20 سال جایزه میبره. شماره 9 جان مکنرو متولد 1959 آمریکاست. او در سال 1978 وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شد و تا زمان بازنشستگی در 1992 به این بازی ادامه داد. دستاورد او در این 14 سال 13 میلیون دلار جایزه نقدی و 71 عنوان حرفه‌ای از جمله 7 تا گرند سلم، 4 تا یو اس اوپن و 3 تا ویمبلدون. شماره 8 یک آمریکایی دیگه به نام جیمی کانرز، متولد سال 1952 که از سال 1972 در 20 سالگی وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شد و تا سال 1996 به مدت 24 سال به بازی ادامه داد. او در این مدت 9 میلیون دلار جایزه نقدی و 159 عنوان حرفه‌ای مثل 7 تا گرند سلم، 3 تا ویمبلدون و 4 تا آزاد آمریکا را در کارنامه خودش داره. شماره 7 ایوان لندل متولد 1960 در کشور چک. ایوان در سن 18 سالگی و در سال 1978 وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شد و تا سال 1994 که بازنشسته شد 21 میلیون دلار جایزه نقدی و 94 عنوان حرفه‌ای از جمله 8 تا گرند سلم، 2 تا آزاد یا اوپن استرالیا، 3 تا آزاد فرانسه و 3 آزاد آمریکا رو در کارنامه حرفه‌ای خود داره. شماره 6 بیورن بورگ سوئدی، متولد سال 1956. او در سال 1973 و در سن 17 سالگی وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شد و در 10 سال عمر حرفه‌ای خود 4 میلیون دلار جایزه نقدی و 64 عنوان حرفه‌ای مثل 11 تا گرند سلم، 6 تا آزاد فرانسه و 5 تا ویمبلدون رو تصاحب کرد. شماره 5 نوواک جوکوویچ تنیسور صربستانیه. او در سال 1987 به دنیا اومده و سال 2003 در سن 21 سالگی وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شده و هنوزم فعاله. دستاورد او در این مدت 106 میلیون دلار جایزه نقدی و 66 عنوان حرفه‌ای شامل 12 گرند سلم، 6 آزاد استرالیا، 3 ویمبلدون، 2 آزاد آمریکا و 1 آزاد فرانسه است. شماره 4 پیت سمپراس آمریکاییه که در سال 1971 به دنیا اومده. پیت در سال 1988 وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شد و در این مدت بیش از 43 میلیون دلار جایزه نقدی را تصاحب و 64 عنوان حرفه‌ای را کسب کرده. در کارنامه او 14 گرند سلم، 2 تا آزاد استرالیا، 7 تا ویمبلدون و 5 آزاد آمریکا وجود داره. شماره 3 راد لیور استرالیاییه. او متولد سال 1938 و در سال 1962 وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شده و 17 سال به این فعالیت ادامه داده. او در عمر حرفه‌ای خود بیشتر از 1.5 میلیون دلار جایزه نقدی و 200 عنوان حرفه‌ای مثل 11 تا گرند سلم، 3 آزاد استرالیا، 2 آزاد فرانسه، 2 آزاد آمریکا و 4 تا ویمبلدون رو در کارنامه حرفه‌ای خودش ثبت کرده. شماره 2 رافائل نادال اسپانیایی متولد 1986. نادال از سال 2001 وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شده و در این مدت بیش از 85 میلیون دلار جایزه نقدی و 73 عنوان حرفه‌ای از جمله 15 تا گرند سلم، 1 آزاد استرالیا،
10 تا آزاد فرانسه، 2 تا آزاد آمریکا و 2 تا ویمبلدون رو تصاحب کرد. و در پایان تنیس باز شماره 1 جهان در حال حاضر راجر فدرر سوئیسیه. او متولد سال 1981 و سال 1998 وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شده و بیشتر از 103 میلیون دلار جایزه نقدی و 91 عنوان حرفه‌ای از جمله 18 گرند اسلم، 5 آزاد استرالیا، 1 آزاد فرانسه، 5 آزاد آمریکا و 7 جام قهرمانی ویمبلدون رو تصاحب کنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.